پارتی بازی بود البته. حالا میخواد حالا میخواد بخونه. پارتی بازی بود الان حواس کردی بری بالا. والله خدا. نگرش دار نگرش دار. یه میکروفون اگه روی استشو تو کنم رفته بود تا 24 هم نگرشتا چطوری شاها؟ بابونه برم خوشحالم که میدنم در اینجا راه درازی در راه داشتی تا برسی به آره ولی خب آره ولی خب یه هفته یه اینجه هستم که یه سری کار رو رسیدگی بکنیم و آماده بشین یواش باش برای 24 یواش یواش ولی من تا نگاش کم اول گفتم سرمالی کم گفتم خدایا چقدر عوض شده آره خیلی جالب بود من سروله کردم ایدا جان همه سوه دو بشه که میدونیشت هی نگاه کردم بعد گفتم خدایا وقتی میشتم گفتم ماشالله هم قد کشیده خوشتیبتر شده قد کشیده بزرگ شده بابا خیلی وقت من ندیدم آره بعد گفت قد کشم تا حاله قد بلندتر شدی به خاطر اینکه خیلی وقت بود من ندید بودم شما فکر کنم آخرین بار که من شما رو دیدم برمی گرده به 2012-13 long time خیلی وقت پیش بود چون شما بعد از اون با ایرزا برنامه داشتید من آخرین باری که با آقا امیر قاسمی بودیم توی برنامه تب پنجشنبه بله من نمی اومدم درست قبل از کرونا بود فکر کنم 2019 بودیم برنامه داشتیم درست و از اون موقع تا حالا دیگه ندید نه هم دیگه هم ندیدیم اتفاق نه خب ساکرامنتو زندگی میکنم من ساکرامنتو هستم هم کار میکنه هم اونجا بله. مشغول زندگی هستیم شون تو اینتل کار میکنه و این راه رم نمیای تا اینجا مشغولین برای همین همون همین که خب کرونا بوده هم کرونا بود مثلا دو سال خیلی بدی بود همونجوری که واسه خیلی بوده خب ولی برای من یه ذره بدتر بود بخاطر اینکه هم خواهرم از دست دادم بخاطر کرونا آره متاسفانه بخاطر کرونا توی ایران خب میدونی توی ایران شرایط خیلی بد بود ایران بدتر از همه جا بود و یه مقدار باعث شد که یه ذره کمتر نمیدونستم اصلا خبر نداشتم بعد بعدش دیگه مشغول آلبوم شدم گفتم خب این دو ساله حداقل آلبومو تمومش بکنم شروع کرده بودم از 2019 اواخر 2019 آلبومم رو شروع کردم و آلبوم دیگه تموم شده و دست پر داریم برمیگردیم چند تا کار؟ هشت تا کار که ویدیوهاش و پرودکشن های ویدیوهاش رو دارم انجام میدم یکی دوتاش توی ژانویه انجام میشه دوتاش هم تو فوریه چهار تا کار آماده دارم برای پخش که فکر میکنم دیگه برای عید حداقل دو تا از کارا پخش شده بسیار عالی منتظریم شدیدن کارهای خیلی شادی هم هستش کارهایی که خیلی روش کار کردم از ساختهای خودمه و همیشه کارهایی که خودم ساختم برای خودم خیلی بیشتر جواب داده به جدا؟ و آخرین کاری که خودت برای خود ساختی چی بود؟ آهنگ مناتو آهنگ مستوگیژن بود که با پوریان یاکان و دوستای عزیزم با هم دیگه درست کردیم اون کارو آره دو تا بود آخرین کاری کردیم ولی این دو تا کاری که زمان خیلی وقت کار نساخته بودم خودم برای خودم ولی توی این کرونا باعث شد که دو تا کار خیلی شاد کاری که خودم خیلی دوست دارم و فکر کنم که کار خوبی شده اصولا کارهای شاد بیشتر انجام میدی؟ من بیشتر خودم علاقه دارم به کارهای شاد شاد ولی خب کاره اسلو داری آهنگ آروم توی آهنگ آروم هم زیاد خیلی قشنگه آهنگ آروم بله. زیاد تو همین آلبوم تو همین آلبوم که ولی خب خودم بیشتر گرایش دارم سمت به شعر دیدم کارهای شادتر خب خیلی هم خوبه ولی خب آلبوم خوبی شده خود آلبوم اولش آهنگ اولش که گرفتش آهنگ شاد بود آهنگ شاد بود از اون بالا کمتر میاد از اون بالا کمتر میاد بله بله دیگه هیچ وقت پرسیدم ازت که چرا این آهنگ خوندی؟ این قدیمی نیست؟ این آهنگ قدیمیه یا فولکلوریکه آهنگ آره فولکلوریکه خیلی قدیمیه و هر کی هم یه چیزی میگه من با دوستای افغانم که صحبت میکنم آهنگ افغانی هم میگن که این آهنگ مال فرهاد دریا با فرهاد دریا هم که صحبت کردم یه روا من رو نخوندم بعد ولی این کار آخر متوجه شدیم کار مال یه خواننده ایرانی گمنام هستن که به تو چطوری به دست تو رسید؟ تو مصاحبه مختلف گفتن من دیده توی مهمونی های خونگی توی چیز همه مثلا بزمی میگیرن و میخونه آراره یه پسرخاله داشتم که همیشه اینو میخون داره این تو ذهن من همیشه موند
بعد چه اومدم کارا ما حرفه‌ای شروع کردم، آلبوم اول بود. ما خواهرم گفت شما آهنگر یادت میخوام، گفتم آره رو این خیلی خوبه، گفتم چی داری اصلا نمیشه این اصلا معنی نمیدونم چی چیزی. بعد گفت حالا از من گفتم حالا برو بعدا به حرفم میرسی. بعد خیلی جالب بود که من آلبوم اولا با شهیاد آلبوم کار کردم، شهید عزیز، اومدم به شهید گفتم شهید همچین آهنگی هست به نظر تو چیه؟ آهنگو با پیانو برایش زدم و خوندم، شهید گفت خیلی خوبه اینو. بعد گفتم داری شوخی میکنی الان با من؟ گفت نه آهنگ خیلی خوبه، آهنگ بخونی خوب میشه. شهید گفت بذار من تنظیمش بکنم چیزی که تو ذهنم آره، اول تو ببینی بعد بهت میگم چی شده، چیزی که من دارم میبینم و با اون وقت میفهمی. کارو تنظیم کرد و یه رونوش خوندم و بعد هر کی میشتی میگفت چی دوباره بذاری؟ وقتی یکی میگه یه آهنگو دوباره بذار، خب دیگه زیاد متوجه میده دیگه. بعد کارا رو خوندم و یکی دو ماه نشد و خیلی هم بازدهش خوب بود. شاید آهنگ مال خود کازینته اصلا، فکرشو کردی؟ خواننده گمنام جدی، شاید از همونجا فقط میاد. احتمال اگه بود میومد کلم رو میکرد. خدا شکل بالاخره هرچی هست. آره آهنگ من معروف شدی. ولی یه چیز اصلا من قابلیت خواندن شهاب رو نمیدونستم، جدا میگم نمیدونستم. تو یه ضبطی داشتی، یه ضبط آهنگی دست جمعی داشتم برای برنامه عید، همون آهنگ نوروز با تپش قشنگه یادمه. بعد رامون هم آهنگو تنظیم کرد بود با محمد ستاری، با محمد ستاری بود. بعد به من گفتن که شهاب رو میخوام استفاده کنم برای لیدش، به خصوص اون قسمت نوروز با تپ اون قسمتش. با خودم شهاب اوکی. بعد ضبط کردن، وسط ضبط به من زدن که بیا. من طبقه بالا بودم دیگه، آفیسم بالا، اومدم پایین، اومدم تو استودیو، اومدم تو استودیو اولش خونده بود، داشت صدای بالاشو میخوند بعد صدای لوشو میخونه. خیلی خیلی جالب بود. شما بگی من بهتون. آره بعد اون چند چه خوب میخونه اصلا نمیدونستم واقعا. حالا میتونی بریزی رامان داشت ضبط میکرد تو استودیو تپش توی کلبسس بود. درسته. ما داشتیم ضبط میکردیم، بعد اولین بارم بود که من با داشتم با بچه ها کار میکردم، فقط قبول بیم یه تیکه آهنگو بخونم. رامان اومد و باش آشنا شدم و گفت داره این اینجوری این شعره و برام گذاشت. و سو دفعه با صدای هنرمنده یه گوش کردم که ببینم ملودی و شعر چیه. رفتم خوندم یه بار، بعد گفتم رامان این اصلا هارمونی نداره. گفت من هارمونی میتونی بخونی؟ گفتم خب بذار ضبط بکنه هرچی که حالا فکر میکنیم اضافه بکنیم. گذاشت، من یونیسونش و سولوشو خوندم. هارمونی سه، هارمونی پنج، چند تا هارمونی رو هم دیگه خوندم. بعد کار خیلی قشنگ شد، خدا من خیلی خوشم اومد که همون موقع رامان گفت خب بیا این تیکش هم بخون، این تیکش هم بخون. یه باشه باشه شم کل تراک و تمام هارمونی ها رو تراک کن بخوندید. هیچ نمیدونستم اصلا. این زمانی که من زدن گفتن یا پایین، من خودم بودم که خب مثلا دارا بیارم بیارم چی کار میخواد، چیه قراره چی باشه، حالا مثلا شهاب چی کار کرده یا نکنه خوب نیست یا خوبه. خب بیا نظرت رو بگیم. من باری کرده منم نشستم یه پشت دستگاه داشتم گوش میکردم، بچه های پانچ میکردم، میخوندم زبط 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 پشت سرم. شما مردم ایرون یک دل یه زبون با دل جون همیشه یه رنگه. موسیقی
شب و داری، چرا قصه ی درد و قصه فرد و نزاری، عزیزان همه با هم بخونی که امشب شب عیده، امشب شب عیده. شب شب عیده، کم شب شب عیده. اصلا نمیدستم با فکرم باشه همینطوری خیلی خیلی رو راسته. اگر احیانا صداتون خوب نبود یا دوست ندارد همونجا صدا سلیقه هست، من اصلا با صدا کار ندارم. خواندن آره، خوندن رو اگه دوست دارم همونجا بهتون میگفت که نه. آره نه خیلی خوشم اومد، مرسی. تعجب بود. دو نفر، یکی دیگه هم که واسم خیلی جالب بود از لازه بالا خوندن، یکی دیگه دوستانمون آقای شایان. بله شایان هم خیلی آره مهمنه. شایان اون تواناییه واقعا، فریاد اون موسیقی مثلا تو آهنگ موسیقی یادمه، تو آهنگ نازی شهرام هم دیدم یکی داره به شهرام گفتم شهرام این کی خدا بیا موزه شهرام آره. گفتم شهرام، گفت شایانه، گفت یه خانومی رو آورد صداش یه ذره عربی طوری بود. گفتم چی داری میگی؟ چیه؟ گفتی شایانه. خب شایانه هم میشناسه. گفتم باست میگی شایانه؟ گفت رو باورم نشد چون خیلی بالا بود، خیلی بالا. من کمتر خواننده یا دیدم که بتونه اون نوت رو واقعا چپکوکه دیگه. یه خواننده چپکوک دیگه هم داریم، سامان. بله خوب میشه الان ایران خونم نه ایران نیست دیگه، ایران نیست دیگه، من ترکیه خبر ندارم. اونم خیلی، اون واقعا دیگه چپکوکه دیگه به تمام معناست. ولی خب شایان جایی که خونده بود من گفتم نمیشه اصلا چیزی خون، واقعا جالب بود. خاطرات، حالا برمیگردیم به خاطرات اینا، میدونم در تاریخ 24م در لاس وگاس با شهرام و شهره برنامه داریم. شهرام شهره عزیز بالا برای من باعث افتخاره. من با این دو تا عزیز، برای اولین بار با شهره عزیز و برای دومین بار با شهرام عزیز که 24 در کنار هم دیگه هستیم با یه برنامه متفاوت، حداقل برای من چون با بند بزرگم اونجا هستم. آقای پرویز بزمی‌پور از یکی از واقعا هنرمندای بله بسیار حرفه‌ای و نالجبل واقعا باید بگم بله. که دانا واقعا فارسی مونم بدم دانا. نه واقعا خیلی خوشحالم که با بنده بزرگمون همکاری داریم و سورپرایز واسه اون شب داریم. هر روز به راحتی گیر نمیاریش میدونی به بدقولی سر عید به من کرده شما با هم اینجا شنافید سر درد دل بهش گفتم عید نوروز که باشه اینو باید گفت علی جان میدونی که من نمیرسم بیام اینا، من اونجوری که میخوای در نمیاد. یعنی چی اونجوری میخوای در نمیاد؟ نه بذار کسای دیگه باشن. من سال دیگه قول میدم. باز از اون حرفا که به من زدی گفتی. من سال دیگه قول میدم. دقیقاً. سال دیگه الان منتظر سال بیشتر از این دیگه روش نمیدم. خب دیگه آخر میاد دو روز قبل میاد میگه میخوام کار هالیوودی بکنم. دو روز بعد مناقشه کار رو همینجوری بوده. آخه آماده میکنه واقعا. آره واقعا همینطوره. یعنی واقعا به من یه بار یه دونه کار بود با هم داشتیم انجام میدادیم که قرار بود که دو روز سه روز بود برنامه. تو اون دو سه روز هم چهار تا رو نوشت. هم کار رفته بودن، ریهرس کرده بودن. اصلا من واقعا شوکه شدم وقتی کارش خوب بلده واقعا سریع. من متاسفانه کنسرتی که در پالادیوم داشتید و نتونستم بیام و یه درباره شنیدم، یکی از بهتری برنامه با بود که بندم شنیدم که پرویز عزیز باز رهبری ارکستر رو داشت و خیلی برنامه خیلی خوبی شد و این برنامه 24 من یه هست داره با دو تا هنرمند رهبری ارکستر رو میخونه با شهره عزیزم هست. من فکر میکنم وگاس امسال برنامه خیلی خوب میشه به خاطر اینکه خب دو سال کووید بوده، کرونا بوده و مطمئنم که برنامه بسیار متفاوتی میشه و امیدوارم دوستان عزیزم که مطمئنم که اونجا رو میترکونن. 1500 نفر بیشتر گنجایش نداره، بیشتر گنجایش نداره و مطمئنم که شب خوبی اونجا داریم. آره منم همینطور، من برای همینم گفتم گفتم تعداد محدوده، خیلی محدوده واسه همینم. و اینکه سالن جدید هم هستش، برنامه جدید، سالن خیلی شیکیه. بودی هتل و تالار؟
ریزورت ورد من نبودم تا الان نبودم ولی میدونم که یک ساله مثل اینکه آره جای هتل وگاس برنامه داشتین در وگاس قبلا؟ من در کلاب برنامه داشتم افتر پارتی وگاس بود که درست قبل از کرونا 2019 بود. خیلی موفقیت‌آمیز بود در کلاب دریز بود که خیلی برنامه خوبی بود. فکر کنم سود 5000 6000 خورده آدم دوستان اونجا بودن. برنامه شلوغی بود ولی میریم که انشالله تکرار بکنیم. ولی خب 100% گنجایش کمتر. ولی من بیشتر دوست دارم اینکه گنجایش کمتر باشه به خاطر اینکه اون احساس صمیمیت بهتر و اون از نه حالا من نظر ساوند از نظر مهندسی صدا بخوای بدی بگی سالن کوچیک‌تر از نظر صدا خیلی بهتره. آکوستیک‌تره و فکر می‌کنم بیشتر اون شور و حال خیلی بیشتره. تجربه که خود من داشتم. یعنی آماده این دیگه آماده شدید با بند بزرگ و میخواییم سورپرایز های خوبی داریم برای تا سورپرایز داری؟ بله سورپرایز های خوب. اوکی سورپرایز های خوب مطمئنم هستم که همینطوره. شهاب گفتی مثلا تو چندی میساله که تنکسگیوینگ در آمریکایی الان 22 سال نه؟ از 99 تا الان 22 سال بیشتر 22 ساله جشن میگیریم؟ تا جایی که بشه به خاطر اینکه ما این فصل که میشن قصد از نظر کاری سرمون شلوغه کمتر میتونیم دوره برای خانواده باشیم تا هم بگذرمیم. ولی از همه نظر برنامه ای تا قبل از کووید که خب همیشه تنکسگیوینگ سرمون شلوغ بود یا ریهرسال بودیم یا تمرین بودیم یا برنامه بودیم. خیلی هم کریسمس خب به همم نزدیکه دیگه ما پیشتر فاصله نیست. خب راست میگه دیگه زمانی شلوغ زمانیه که واقعا ما اصلا خیلی کم پیش میاد که به خانواده بخوام یه تایمی اسپند بکنیم زمانی بخوام باهاشون بگذرونیم. خب ولی امسال هم نیارم یه اتفاق افتاده به خاطر اینکه باز برخواد داریم خود اون آماده میکنیم برای برنامه تمرین زیاد داریم باز باعث شد که همون قضیه دوباره تکرار شد. ولی پارسال به خاطر خب کووید بیشتر باعث شد که به خانواده بشه. مطمئن هستم که خیلی آماده این بار میرو صحنه چون اولا با دو تا آرتیستی داری کار میکنی که صحنه رو میشناسن هزاران بار روی صحنه برنامه اجرا کردن. برای همین خب همیشه چشما میره به کسی که کمتر برنامه اجرا کرده یا جوانتره. همیشه این مسئله من بوده. اولین کنسرتی تو وگاس دارم وگاس بودم ولی درسته. کلاب بود ولی اولین باریه که تو لاس وگاس با بند لایو ما داریم برنامه اجرا کنیم. همون برای همه منتظرم. برای من مطمئنم که تو آماده مطمئن باشید که برنامه که من اجرا میکنم یکی از بهترین برنامه ها میشه. مطمئنم به خاطر اینکه بندی که داریم میبریم روی استیج انرژی که داریم روی کار میذاریم کارهایی که داریم اجرا میکنیم 100% متفاوته با کارهای قبلی و این قول رو میتونم بدم به دوستانی که دارن میان برنامه که واقعا از دیدن این برنامه پشیمون نمیشن. مطمئنم ما مطمئنیم بهترین تلاشمون رو میکنیم که اونجا بهترین برنامه رو داشتیم شما بهتر کنیم. شب 24 غیر از اینکه خب این سه تا هنرمند روی صحنه برنامه اجرا میکنه پرویز بزمین‌پور با ارکستر خودش روی صحنه برنامه دارن قبل از اینکه این سه هنرمند روی صحنه برن. این چند تا مسئله رو انجام میده که خوبه. یکی اینکه اون بند تمام ساوند چکاش و همه چیش اونقدر خوب خواهد بودش که زمانی که این سه نفر میرن برنامه آماده و ساوند خوب باشه. مسئله دوم اینه که با صداهایی و آشنا میشن که حالا تو برنامه امروز ما این دوستان رو یا شنیدن یا بقیهشون رو میشنون که اسمشون رو من نازی رو میشناسم دیگه. آرتین و فراز این سه نفر روی صحنه قبل از اینکه شهرام شهره و شهاب برن روی صحنه این سه نفر برنامه اجرا میکنن. من کسانی که برنامه ریزی کردن و میخوان به لاس وگاس برن و دارن به این کنسرت ها میرن پیشنهاد میکنم از 8 شب سالن باشن. بله که میس نکنن. چند تا مثلا وجود داره الان در لس آنجلس. من لاس وگاس نمیرم ولی در لس آنجلس اینو مثلا بگم که باش آشنا باشی. در لس آنجلس حتی یه رستوران میخواید برید الان اگه کارت واکسنتون نداشته باشید تو رستوران نمیتونید برید. متوجه؟ من تو کنسرتم همین اتفاق همین چند روز پیش من شنیدم که در کنسرت موین
دم در کارت همه رو چک میکردن و به خاطر همین صف طولانی و مدت زمان زیادی طول کشیده تا مردم داخل سالن وارد بشن. از دوستانی که میخوان به لاس وگاس برن اینو در نظر داشته باشن که اگر همچین اتفاقی باشه و همچین چیزی بخوان چک کنن، یکی که کارتشون داشته باشن، یکی که زودتر برن که تک تک این برنامه ها رو ببینن، چون باز دوباره حالا این سه نفر که خب جای خودشو دارن، ولی من مطمئن هستم که پرویز هم با بند خودش دست کمی از این سه نفر نداره که برنامه‌شون رو میخوان اجرا کنه، چون اونم باز دوباره یه ویترینی هستش برای این گروه که بخوان خودشون رو نشون بدن. بله. من دفعه کارت اگر که عکسش هم بگیرن تو تلفن. بله من با عکسش میرم. بله. من شنیدم که قانون فدراله که دارن به اجرا میذارن برای تمام استیت ها. نه فقط لس آنجلس کالیفرنیا. شما بهتر برای نوادا برای نوادا هم همین اتفاق داره میفته. حالا شاید اون تاریخ شامل حال همه بشه. ولی بهتره که همه کارت واکسنشون همشون داشته باشن که یه بخش رو در خود نکرده به مشکل نخورن و اینکه زود بیان با من. باید آیدی کارتشون همراهشون باشه چون چک میکنن با آیدیشون. آیدی کارتشون بعدم تلفن اگر... کارت واکسن. بله. و اینکه این ما ایرانی ها کلن همیشه سر وقت هستیم که اصلا شکی درش نیست. آره چون مشخص. یه ذره باید حواسشون کنه. یه ذره سر وقت بیشتر. اصلا داستانش فیلمه با حاله. بسید فیلم هستی که چی شد تا حالا چی گذشت. هر چه میگه زودتر بیا یه ساعت هم داده دیرتر میاد از اون بر. یواش یواش یاد بگیر. نه الان خوب شده. الان من دارم کنسرت ها رو میبینم در لس آنجلس، کنسرت های لس آنجلس میبینم. همه به موقع دارن میرن سر کنسرت. چون میبینن کنسرت ها دیگه مثلا حالا در لس آنجلس کنسرت 11 میشه تموم میشه. برای همین در لاس وگاس هم همین دیگه. یه حد اکثر کنسرت تا 11:45 دقیقه است. زود شروع میشه برنامه. 8 شب اونجا باشن برای کنسرت. آن تایم شروع میشه، آن تایم تموم میشه. خواهش میکنیم سر وقت بیای، دیر نیای. آره دیر نری، دیر نری. حیفه. حیفه که چون هر کدوم اینها من میدم برنامه دارم میبینم برای کار خودشون. هر کسی سعی میکنه بهترین شوکیس خودش رو تو لاس وگاس داشته باشه. و این 9 نفر هم همشون تو این فکر هستن، تو این برنامه ریزی هستن، به خصوص که حالا یه گروه دیگه هم در شب 24 برنامه. من تو واقعا حیفه چون کارهایی که ما رو استیج داریم انجام میدیم، حالا نمیخوام بیشتر راجبش بگم، ولی خب حیفه اگه نبینن، چون کارهای متفاوتی مطمئنم به نهاشون خوش میذاره، مخصوصا اینکه اولین بار بعد از 2 و تو لاس وگاس با این همه دوستان ایرانیای عزیز، بهتره که زودتر بیان که بتونن از تمام برنامه استفاده بکنن. حتماً زودتر. حتی زودتر میان به خاطر اینکه آن تایم شدن و کووید است تو خونه خسته شدن، زودتر میخوام بیان بیرون. درسته. مردم هم دوست دارن که هنرمندا رو ببینن، واقعا دلشون نه 100% مطمئنم که بعد. برای کسی که آشنایی ندارن یا آمریکا زندگی نمیکنن، این هستش که هر استانی در آمریکا که ما 50 ایالت داریم، در واقع هر ایالتی یک پایتخت داره. پایتخت کالیفرنیا ساکرامنتو. و شما هم تو ساکرامنتو هستی. بگویم ساکرامنتو چه فرقی داره با لس آنجلس؟ خب مردم زود میخواد. خیلی نه اونجا شاید مثلا چند سال پیش اینجوری بود، ولی الان نه، الان خیلی دانتانه بسیار خوبی داره. آها. خیلی مردم یه بار من اومدم مسلم سر رفت. کی اومدی؟ من اصلا 15-20 سال نه اون موقع خب فهم کردم. الان خیلی خب از بیریا خیلی اومدن سان فرانسیسکو. آه. مخصوصا بعد از کووید اتفاقاتی که افتاد خیلی اومدن ساکرامنتو. خیلی از لس آنجلس اومدن اونجا. آه. این نه فقط ایرانی ها، کلن در خود کالیفرنیا خیلی از جنوب کالیفرنیا، شمال کالیفرنیا اومدن ساکرامنتو و شهر یه جور دیگه شده. خب یه ذره حال هوای لس آنجلس رو گرفتن. ایرانی چی؟ ایرانیاش هم خیلی زیاد شده. زیاد شده. خیلی زیاد شده. خیلی زیاد. از 5 سال اخیر میتونم بگم خیلی زیاد شده. حالا تعداد شما رو نمیتونم بگم، ولی خب زیاد شده. شما بازی خودت 4-5 برابر شده. میری بیرون قشنگ هموطنا رو می‌بینی. زیاد هستن بله. زیاد بله. هستن. بیشترم یا از بی ایریا اومدن یا از لس آنجلس. چه خوب.
مخصوصا به خاطر کرونا. من فکر کردم حوصله‌ات سر رفته کم کم میای لس آنجلس، ولی خب اشکال لس آنجلس رو آوردیم. لس آنجلس بردن اونجا. نه ولی شهر خوبه. من دوست دارم اونجا رو. دوست دارم اونجا رو قبلا نه ولی جدیدا بیشتر دوست دارم به خاطر اینکه خب قبلا همشهری سن دیگو بود. آره. آره شما هم خیر. من مدت طولانی اونجا بودم. در اوایل دهه 80. اواخر دهه 70، اوایل دهه 80. با سیاوش. آره من دبیرستان و شروع دانشگاه سن دیگو بودش. همکارتون با سیاوش اونجا شروع شد کلا؟ بله بله یه گروه داشتیم سن بچه بودیم. با خدا 17 سالگی. آره 17 سالگی یه بند داشتیم به نام یاران. واقعا یادم اون روزا بخیر خدا. آره. من با اینکه خودم خب نبودم اینجا ولی احساس میکنم اون روزا شما اون موقع خیلی کوچولو بودید. نه ولی خب وقتی خب سیاوش اون موقع خب آلبوم صحنه همسایه ها رو مثلا خونده بود جو فرق میکرد، بهتر بود من احساس میکنم، ولی من نمیدونم شما بهتر میدونید. خب آره الان اون گرما و اون صمیمیت رو من نمیبینم واقعا. به نظر من یه ذره عوض شده. هم بر خود ستایی نباشه چون اصلا اینجور نیستش. یکی از دوستان برایش گفتش که فکر میکنی یه روزی بتونی یه عرضم قاسمی دیگه باشه؟ گفتم دیگه اون موقعیت وجود نداره که یه عرضم قاسمی دیگه باشه، چون ماها یه گروه بودیم، همه با همدیگه بزرگ شدیم در کنار همدیگه. اون موقع آقای داریوش مثلا داریوش عزیز ما رفتیم میرفتیم خلاصی خونهش اولین قرارداد مثلا باش میبستیم، یا موهین اولین کنسرت موهین رو با من همکاری کردش برنامه جگر. اون زمان اینا بودن، یا سیاوش که با هم ریشو کردیم، اندی کوروس، بیژن مرتضوی، همه اینها. امروز همه اینا هستن، اضافه هم کسی به این راحتی دیگه نمیشه. برای همین دوباره به وجود اومدن یه آدمی فرق داره. البته امروز باسمی فقط یه دونه هستش. میمونه. همه این برای مراسم باشه. همه اینا باید باشه دوباره تو به وجود بیاد. اون دوران جالبی بودش. حالا داری میگی درباره اون زمان تو لس آنجلس ما وستوود داشتیم. وستوود شب‌های تعطیل اصلا تو نمیتونی را بری که 70% ایرانی ها بودن. 70% ایرانی بود. بعد همه با ماشین شیشه های ماشین پایین، مثلا این فیلم های آمریکایی که نگاه کنی، ولی به جایی که مثلا آهنگ های آمریکایی انگلیسی گوش کنی، دیار شهرام شهپره رو پخش می‌کرد یه ماشین. بعد این ماشین از این و بغل رد میشد، دختر ایرانی سیاوش میذاشت. همینطور اینطوری بود اون زمان. خب به خاطر اینکه تعداد خواننده ها خب کمتر بود و اصلا جو خیلی ایرانی تری بود. بعد عوض شد. آره بعد عوض شد. اونجا یه گنگ اومد، چون گنگ نبود تو وستوود. بله. بعد یه تیراندازی بین چه سری آدم پیش اومد، غیر ایرانی ها پیش اومد، دیگه وستوود تعطیلش کرده. واسه همین هم کلا دنیای ما عوض شد. این 85 88 تعطیل شد دیگه وستوود. 87 88 فکر کنم 90 به این ور کلا دیگه اصلا شکل شمایل موزیک ایرانی کلا تو وستوود عوض شد. آره کاملا همینطور. برای همینم خوشحال شدم اولا دیدمت. منم همینطور. منم همینطور واقعا. بعد بی صبرانه منتظر برنامه هستیم ببینیم. همه منتظر خواهم بود که ببینن تو رو. امیدواریم بیشتر در لس آنجلس ببینیمت. حتما. و مرسی. مرسی که اومدی. مرسی از شما خانم ربی عزیز. و ان شاءالله که 24 بریم که برنامه خوبی داشته باشیم. ان شاءالله. ما می‌بینیمت 24. ان شاءالله.